دختری که یه رفتار خیلی عجیب داره و هیچ کس حاضر نیست باهاش ارتباط برقرار کنه. گلاسیا سلام. امروز یکی از فیلم‌های سرگرم کننده سال 2019 رو آوردم به اسم برن یا بسوزون. این فیلم مثل فیلم‌های دیگه نیست که بخوایم دوست داشت تحلیلش بکنیم. کاملا محتواش سرگرم کننده است، ولی خب بازم یه منظور قشنگی پشتی که در آخر راجبش حرف می‌زنیم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل و کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی ملیندا رو میبینیم. ملیندا فروشنده یه پمپ بنزین سر اتوبان هست و خیلی هم رفتارهای عجیبی داره. یکی از مشتری اون منو داره بنزین میزنه و ملیندا سعی میکنه باهاش بحث و باز کنه و بهش پیشنهاد بده بیاد تو تا خرید انجام بده. اما مرد در آخر کلافه میشه و بهش تیکه میندازه. اونم با ناراحتی میره داخل. حالا همکار دیگه‌اش یعنی شیلا رو هم میبینیم. شیلا یه دختر خیلی خوشگل و جذابه و دقیقاً نقطه مقارف ملینداست، چون روابط عمومیش با بقیه خوبه و همه هم دنبالشن. خلاصه ملیندا میشه مشغول به کار میشه و یکی از مشتری ها میاد که دنبال خوراکیه. ملیندا باز میره سمتش، خودش رو معرفی میکنه و شروع میکنه به تعریف از خوراکی های مختلف. اما مرد کلا توجهی نشون نمیده و حتی اسمش هم نمیگه. برام از کنار ملیندا رد میشه. دخترم میره سراغ دستشویی تا اونجا رو تمیز کنه. میبینه که یه دقت خیلی عجیب و خاص داره و کاملا میخواد همه چیز تمیز شه. یه لحظه هم میبینیم که توی گوشیش به عکسهایی از یه دونه پلیس زنگ میزنه که مشتری همین مغازه است و انگاری مدت هاست ملیندا ازش خوشش میاد و یواشکی ازش یه عکس میگیره. مردی میاد اینجا که از دستشویی استفاده کنه و با دیدن ملیندا میترسه. ملیندا شروع میکنه با خنده و شوخی حرف زدن و هی میگه که راحت باش کارتو بکن. مرد در آخر کلافه میشه و میگه وقتی اینجایی نمیتونم کارمو انجام بدم. ملیندا هم که امیدوار بود یه دیدی بزنه مجبور میشه از دستشویی فرار کنه. بیرون دستشویی هم شیلا رو در حال تماشای تیک تاک میبینه. شیلا داره یکی از رقصهای جدید تمرین میکنه و ملیندا هم تصمیم میگیره باهاش همین کارو انجام بده. یه دفعه شیلا با دیدن ملیندا گوشیشو در میاره و شروع میکنه به فیلم گرفتن، به خاطر اینکه رقصیدن ملیندا واقعا مسخره است. وقتی ملیندا متوجه میشه شروع میکنه به خواهش و التماس تا این ویدیو رو پخش نکنه و از گوشیش پاک بشه. وسط همین بحثاشون هم مردی رو میبینیم که با ماشین به پمپ بنزین میاد و از گوشه ای اونجا رو زیر نظر میگیره. مشخص نقشه های بدی برای اینجا داره. مشتری دیگه میاد داخل و دختر رو دعواشون رو تموم میکنن. این پیرمرد میاد سمت شیلا و یه دونه کفی طبی کفش بهش میده. بهش میگه که چند وقت پیش گفتی پات درد میکنه و از اون روز دنبال بودم تا برات اینو بخرم. خیلی از شیلا خوشش میاد. شیلا هم که خیلی براش عجیبه و دوست نداره اصلا با این مرد رفیق بشه، پیشنهادش رو رد میکنه. اما ملیندا به جاشون کفیو ازش میگیره. شیلا با عصبانیت میگیره و پرتش میکنه سمتش و میگه اصلا نمیخوام باهات دوست بشم. چرا جای من کارو انجام میدی؟ پیرمرد خجالت کشید و میره بیرون. حالا ملیندا که میره دنبال پیرمرد و بهش میگه اب نداره اگه شیلا خوشش نیومد. اونو بده من چون من خیلی دوست دارم. پیرمرد لبخندی میزنه اما مشخص اصلا علاقه ای به ملیندا نداره. مردی که مغازه رو زیر نظر گرفته بود پیاده میشه و همراه ملیندا میره داخل. اسمش بیلیو با ملیندا دست میدن. بعدم میگه اومدم سیگار بخرم و یواشکی آمار میگیره چند نفر تو مغازه کار میکنن. همین لحظه است که ماشین پلیسی وای میسته و افسری به نام لیو ازش پیاده میشه. این افسر همون کسیه که ملیندا عکسش توی گوشیش داشت. از هم احوال پرسی میکنن و ملیندا با خوشحالی میپرسه ماشین جدید تازه گرفتیش؟ افسر لیو هم این حرفو تایید میکنه. حالا ملیندا با ذوق میشینه توی ماشین و همه جاشو نگاه میکنه. افسر میگه یه شب که کار نداشتم میام تا دوتایی یکم اینجاها با ماشین بچرخیم. ملیندا هم خیلی خوشحال میشه و میگه بیا الان بریم، من بیکارم. اما افسر لیو میگه الان کار دارم و نمیشه. ملیندا هی اصرار میکنه، حتی میگه من حاضر می کاری بکنم که دستگیرم کنی تا با ماشینت بچرخیم. اما آخرم افسر لیو عصبانی میشه و میگه پیاده شو، بعدن با هم دیگه میریم. با همیان داخل مغازه و بیلی هم همچنان داره دنبال خرید میگرده. با دیدن پلیس میره به سمت دستشویی. لیو هم میدونه قهوه سفارش میده و شروع میکنه به دیدن بقیه لوازم. با تعجب به داروهای افزایش میل جنسی نگاه میکنه و شیلا هم با لبخند جوابشون میده و یکم با هم شوخی میکنن. این در حالیه که ملیندا عقب وایساده و داره یواشکی دوباره از پلیس عکس میگیره. این بار شیلا متوجه میشه و داد میزنه ملیندا داری چه غلطی میکنی. بعد میره سمتش و ملیندا هم گوشیشو میندازه. افسر لیو خیلی تعجب کرد و نمیدونه جریان چیه و برای اینکه خجالت ملیندا کمتر شه میگه اب نداره، گوشی منم یه بار افتاد شکست. و همینطوری با شوخی و خنده از مغازه میره بیرون. آره شیلا میاد سمت ملیندا و گوشیشو برمیداره.
با یکم گشتن متوجه کلی عکس از این پلیس میشه و شروع میکنه به مسخره کردنش. بهش میگه یعنی تو انقدر آدم بدبختی هستی که هیچ کس سوالا باهات نبوده؟ یعنی واقعا حاضری برای اینکه با یه نفر رابطه داشته باشی هر کاری بکنی و همینطور الکی ازشون عکس بگیری؟ ملیندا که خیلی ناراحت شده با گریه میره بیرون و شروع میکنه به سیگار کشیدن. وقتی برمیگرده داخل میبینه که بیلی اسلحه گرفته سمت شیلا و به ملیندا میگه برو پیش دوستت وایسا. ملیندا میگه اون دوستم نیست و با بیخیالی میره همونجا و به حرفش گوش میده. بیلی شروع میکنه به صحبت و میگه من نمیخوام بهتون آسیب بزنم. یه گروه خلافکار دنبال منه، باید پولشون رو پس بدم و اگر این کارو نکنم جونم تو خطره. شیلا که عین خیالش هم نیست و فقط میخواد زود قضیه تموم شه میگه بگو چی میخوای بس کن. اونم میگه که هرچی پول دارید بریز بیرون. شیلا میگه اینجا پول نقد زیاد نداریم، همه از کارت استفاده میکنن. رمز گاف صندوقم فقط صاحب اصلی مغازه داره و ما نمیدونیم. بعدم میگه تو اصلا تفنگت هم احتمالاً الکی داری مسخره بازی در میاری. بیلی که عصبانی شده یه دونه شلیک میکنه و شیلا خیلی میترسه. ملیندا که هم از شیلا عصبانی هم دلش برای بیلی سوخته و میخواد یه جوری باهاش دوست بشه میگه بیا من رمز گاف صندوقو میدونم و میره و شروع میکنه به خالی کردن تمام پولا. همین لحظه دو تا مشتری دیگه هم میان داخل. بیلی به شیلا میگه اگه آماری بدی و حرف بزنی همه رو اینجا میکشم. بعدم میره یه گوشه وای میسته. مشتری میان خرید کنن، اما نکته بد اینه که دیگه هیچ پول خوردی نمونده تا شیلا پولشونو پس بده. همینطوری دارن یکم حرف میزنن و مشتری میگه اب نداره، فقط آدرس یه جایی رو میپرسه. ملیندا هم که پولا رو حاضر کرده دکمه بالای لباسشو باز میکنه تا یه جوری چش بیلی اونو بگیره. شیلا هم یه کاغذ برمی‌داره تا آدرس رو بنویسه و روی کاغذ میگه که لطفاً به پلیس زنگ بزن، جون ما تو خطره. همین لحظه ملیندا با پولا میاد و یواشکی کاغذ رو برمی‌داره و مچاله میکنه. برام آدرس رو به مشتری میده و اونم از اونجا خارج میشه. حالا بیلی میاد تا کیفو پس بگیره. ملیندا میگه منم باید به خودت ببری. مرد خیلی عصبانی میشه و میگه نه این کار خودمه. ملیندا بازم اصرار میکنه و میگه اگه من نبودم نمیتونستی این پولو به دست بیاری. بیلی با عصبانیت دختر رو هول میده و کیفو ازش میگیره. قبل اینکه خارج شه شیلا بهش تیکه میندازه و میگه اگه دوست پسرم اینجا بود نمیتونستی حتی نفس بکشی، تو خیلی بی عرضه و بدبختی که از دو تا دختر میخوای اینطوری پول بگیری. به بیلی بر میخوره و میاد سمت شیلا، موهاشو میگیره، اونو رو زمین میکشه و با خودش میبره به اتاق تا با زور باهاش ارتباط برقرار کنه. این در حالیه که ملیندا یه گوشه وایساده و با ناراحتی دکمه لباسشو میبنده. حتی با اینکه همه کار کرده بیلی بازم دوستشو به اون ترجیح داده. با عصبانیت میاد سمت قوری و آب جوش روی خودش میریزه، انگار تصمیم دیگه گرفته، و با همون قوری به اتاق میره که بیلی و شیلا داخلشن. بدون هیچ حرفی به بیلی حمله میکنه. بعد چند تا ضربه بیلی میوفته زمین، اما اسلحه‌ای که دستش هم شلیک میشه و یه دفعه خون شیلا همه جا میریزه و مغزش میپاچه. لحظاتی بعد بیلی به هوش میاد. حالا همه جا رو ملیندا تمیز کرده و دست و پای بیلی هم بسته است. شروع میکنه به صحبت و میگه خواهش میکنم ولم کن، کاریت ندارم، با همدیگه میتونیم اینجا فرار کنیم. ملیندا میگه که چرا اونو انتخاب کردی؟ من همه کار برات کردم، فقط کافی بود منو با خودت ببری تا همه چیز تموم بشه. بیلی که میبینه اوضاع خرابه شروع کنه معذرت خواهی و میگه تو خیلی به چشم من قشنگی و فقط میخواستم به دوستت یه درس بدم، همه چیز اتفاقی پیش اومد. اما ملیندا هیچ کدوم این حرفا رو باور نمیکنه و بیلی حرف دیگه ای میزنه. میگه من موقع باورت نمیکردم ولی الان مطمئنم که تو طرفمی و با هم میتونیم همه چیز رو تموم بکنیم. بعدم میگه خیلی سرم درد میکنه و ملیندا میره تا براش داروی سردرد بیاره. اما وقتی که میاد توی فروشگاه نگاهش به داروهای افزایش میل جنسی میفته و فکر دیگه به سرش میزنه. با برداشتن اون قرصا برمیگرده پیش بیلی، اونا رو به زور بهش میده و میگه که من میدونم داری بهم دروغ میگی، باهاش مشکلی هم ندارم، فقط میخوام لذت هم ببرم. بعدم چشمهای بیلی رو میبنده و میخواد به زور باهاش رابطه داشته باشه، اما بیلی از خودش دفاع میکنه و یه رفعی بلند میشه، چشماش بسته است و همینطوری که میخواد ضربه بزنه یه رفعی میفته زمین و از حال میره. حالا ملیندا کیف پولا رو برمیداره و میاد بیرون. سردرگم و اون نمیدونه باید چی کار بکنه. یه مشتری هم دم در و میخواد بیاد داخل و ملیندا مجبور میشه در رو باز کنه. مرد شروع میکنه به خرید و ملیندا یه رفعه میزنه زیر گریه از کارهایی که کرده، اتفاقایی که افتاده و آینده‌ای که نمیدونه قراره چی بشه. بعد از اینکه مشتری خریدش رو میکنه ملیندا گوشش رو برمیداره و تصمیم میگیره به پلیس خبر بده. اما همین لحظه است که یه نفر دیگه در میزنه، اونم کسی نیست جز دوست پسر شیلا. نگرانش شده و اومده دنبالش. ملیندا سعی میکنه ببیشونش و دست به سرش کنه. مردی کم به هم ریخته اما متوجه گوشی شیلا میشه که همینجاست. میگه شیلا بدون گوشیش حتی دستش
دستشویی هم نمیره، پس چیو داری ازم پنهون میکنی؟ ملیندا هم باز به دروغش ادامه میده و میگه شیلا با یه پسر غریبه رفتن به یه هتل، نمیخواست به چیزی بگه و برا همینم گوشش جا گذاشته. مرد که یکم به هم ریخته با ناراحتی از فروشگاه خارج میشه تا دنبال شیلا بگرده. ملیندا یکم به خودش میاد و تصمیم میگیره که سری هرچی سرنخ اینجا مونده رو جمع و جورش بکنه. همین که میره بیرون تا جنازه رو خاک بکنه، یه دفعه متوجه چند تا موتور سوار میشه که اینجا وای میستن. اینا همون خلافکارایی هستن که دنبال بیلی میگردن و بعد دارن نشونه های بیلی از ملیندا میپرسن که امشب اینجا دیدیش یا نه. ملیندا هم میپیچوندشون و میگه نه، ولی وقتی که میفهمه اینا خلافکارن ازشون سوال میکنه شما کارایی از جمله قتل یا جمع و جور کردن صحنه قتل هم انجام میدید؟ مردی که یکم عصبانی شدن و نمیدونن جریان چیه یهو اسلحهشون رو میکشن. ملیندا هم همینطور، اما رئیس خلافکارا به گروهش میگه که اسلحه ها رو بیارید پایین، چون اینجا کلی دوربین و ممکنه همه چیز به فنا بره. بعدم بدون که حرف دیگه بزنن از محل خارج میشن. ملیندا که تازه متوجه دوربین شده برمیگره داخل و سعی میکنه با بیلی که دستشه هارد اونا رو از بین ببره، اما خب نمیتونه قفل درشو بشکنه. برای همینم با ناراحتی میاد بیرون و سیگار دیگه ای روشن میکنه. میخواد بپذیره که همه چیز زندگیش تموم شده، اما با دیدن آتیش فکر دیگه ای به سرش میزنه. دو تا ظرفو پر بنزین میکنه و میخواد تمام اینجا رو بسوزونه، اما این نقشش هم ناموفقه به خاطر اینکه همین لحظه افسر لیو دوباره سر میرسه. با اسلحه‌اش میاد داخل و خیلی هم نگرانه. ملیندا این پرسه چی شده و افسرم میگه یه ماشین جلوی دره که برای یه خلافکار خیلی مهم به اسم بیلیه، برای همین حتما اومده اینجا و اومدم دنبالش بگردم. اما ملیندا میگه هیچ کسی رو اینجا ندیدم. افسر لیو میگه پس باید دوربین ها رو چک کنیم، چون قطعا باید همینجا باشه. اما ملیندا میگه من کلیدش رو ندارم. افسر لیو میخواد هر جوری هست دوربین ها رو ببینه و ملیندا هم یه نقشه دیگه به سرش میزنه. اطلاعات دوست پسر شیلا رو میده، حتی ویژگی های ماشینش رو، و میگه یه آدم مشکوک اینجا دیدم که با این وسیله رفت به یه هتل. میخواد یه جوری افسر رو بفرسته سراغ اون، اما لیو بازم اینو باور نکرده و برای همین هم شروع میکنه به گشتن مغازه. همه اتاق ها رو میگرده و وقتی به اتاق میرسه که قبلتر بیلی توش بود، اتاق کاملا خالیه، به طوری که حتی ملیندا هم خیلی شوکه میشه. با رفتن پلیس ملیندا به همون اتاق میره و میفهمه بیلی دستبنداشو باز کرده و معلوم نیست کجاست. سری برمیگرده بیرون و بنزین رو همه جا میریزه و میخواد اینجا رو آتیش بزنه، اما یه رفعه چراغا قطع میشن و درم قفل شده و نمیتونه بره بیرون. چند لحظه بعد بیلی سر میرسه. ملیندا خیلی ترسیده و داد میزنه که اگه بیای همه رو آتیش میزنم، و همین لحظه دوست پسر شیلا باز سر میرسه. میزنه به شیشه و میگه درو باز کن. وقتی که ملیندا برمیگرده میبینه بیلی از مغازه خارج شده، میخواد از در پشتی بره و میفهمه اون درم قفله. بیلی که حالا رفته بیرون میاد سمت دوست پسر شیلا و شروع میکنه به توضیح دادن. میگه که ملیندا دیوونه شده، دوست دخترتو کشته، منم میخواست بکشه و به زور فرار کردم. حالا دوست پسر شیلا میاد جلو و بازم به شیشه میکوبه و بیلی یهو از پشت بهش حمله میکنه. بعد اینکه مردو خفش میکنه میاد سمت ملیندا. ملیندا که فهمیده جونش تو خطره با تلفنش سری به پلیس زنگ میزنه، اما همین لحظه بیلی با یه ماشین میاد و شیشه رو میشکنه. میاد داخل و حالا میخواد انتقام اون کاری که ملیندا باهاش کرده بود و بگیره. اسلحه‌اشو برمیداره و همین که شلیک میکنه، بی خبر از اینکه بنزین روی اسلحه هم ریخته، هم خودش هم اسلحه و کل مغازه آتیش میگیره. بیلی زنده زنده میسوزه. ملیندا موفق میشه پاچه‌های خودش رو خاموش کنه و سریع مغازه بره بیرون. چند لحظه بعد نیروهای امداد سر میرسن. افسر لیو اومده و با دیدن ملیندا خیلی نگرانش میشه، غافل از اینکه چه کار وحشتناکی این دختر میخواسته انجام بده. برای نجاتش اونو توی ماشین میشونه و در حالی که ملیندا با لبخندی به مغازه زل زده، از این خوشحاله که بالاخره تونسته سوار این ماشین پلیس جدید بشه. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم برنا دختر تنهایی صحبت میکنه که به خاطر رفتارهای عجیبش همه طردش میکنن. حتی دختری که همکارش رو خیلی سعی میکنه باهاش دوست بشه هم به خاطر رفتارهای عجیب ملیندا دوست نداره اصلا باهاش حرف بزنه. ملیندا تو دایره تنهایی خودش میفته و حاضره برای بیرون اومدن ازش دست به هر کاری بزنه. اصلا مهم نیست که یه نفر دوستش داشته باشه، عشق بینش رو شکل بگیره یا نه، فقط میخواد وارد رابطه باشه، اونم به هر قیمتی که شده. نمونه این اتفاق برای خیلی ها میفته. خیلی از آدمایی هستن که شاید تو دوران مدرسه، تو سر کار، تو خیابون شاید ببینید، و به خاطر همین چیزا است که هیچکی باهاشون دوست نمیشه. این تنهایی واقعا روانیشون میکنه و ممکنه دست به هر کاری بزنن فقط برای اینکه از تنهایی در بیان.
و یکی از چیزهای خیلی دردناکه. دلیلش هم اینه، شما اگه برید مصاحبه بزرگترین قاتل‌های سریالی دنیا، آدمای روانی که تو تیمارستانن الانو گوش بکنید، همشون از یه جایی از تنهایی خسته میشن که دست به این کارها میزنن. اگه ما آدما یاد بگیریم که دیگران رو با تمام نقطه ضعف‌ها و اشتباهاتشون بپذیریم و نذاریم که تنها بمونن، ممکنه جلوی خیلی چیزها گرفته بشه. اما خب هیچ کس اینو یاد نمیگیره و همیشه حتی من حتی خود تو به فکر این هستیم که اگر یه رابطه ای شکل میگیره، چه عاطفی چه دوستانه چه همکاری باشه، هر چی که باشه، یه جوری باشه که به هر دو طرف سود برسه. اصلا به این فکر نیستیم که یه وقتا برای درآوردن طرف از تنهایی باهاش رفیق بشیم یا باهاش صحبت بکنیم. ملیندا هم به همین مرحله رسیده بود که می‌خواست هر کاری رو انجام بده و اصلا به فکر دیگه سلامت خودش یا آدم‌های دورش نبود، فقط می‌خواستیم تنهایی رو تمومش بکنه و یه جوری به اون رابطه برسه، که خب آخرش هم دیدیم چقدر نتیجه وحشتناکی داد و چقدرم این دختر دیگه روانی شده بود که با یه آرامش خاصی تو ماشین پلیس نشست و رفت، اصلا حقیقتا هم دیگه اعتراف نکرد. یکی از فیلم‌های سرگرم کننده است. حالا همونطور که گفتم محتوای خاصی نداره بخوام زیاد بررسیش کنم، فقط این محتوای کوچیکش دوست داشتم که قشنگ بدونید. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتو بنویسید، توی کانال زاپایس یعنی گلاسا مووی بک جوین بشید، لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلاسی.